بسم الله القاسم الجبارین و بسم الله الرحمن الرحیم. توبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در نهمین جلسه خود رسیدگی به دو فقره کیفرخواست صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی تهران را علیه متهمین حاضر در دادگاه ادامه می‌دهد. بهمن نادری‌پور فرزند عباس معروف به تهرانی متولد 1324 دارای همسر و دو فرزند مذهب مسلمان شیعه اثنی‌عشری تبعه ایران شغل کارمند سابق سازمان منحله باباک. رسمیت جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید به فرمید بینشنید و مطالبتون رو بیان کنید. پس از رسمیت جلسه کیفرخواست صادر از طرف دادسرای انقلاب اسلامی تهران علیه متهم ردیف اول آقای نادری‌پور معروف به تهرانی قرائت شده و ایشان مقداری از مدافعات خودشون رو در ازای کیفرخواست دادسرای انقلاب اسلامی تهران بیان کرده اند و چون وقت دادرسی در جلسه قبل تمام شده بود با اعلام تنفس ادامه دادرسی به جلسه امروز موکول شده که اکنون متهم دنباله مدافعات خود را تکرار و توضیح می دهد. دفاع کنم. من دفاعی که ندارم، اعمال ما قابل دفاع نیست. من فقط به شرح یک سلسله وقایع می پردازم و قضاوتش هم به شما ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم دادگاه هست. اما رو قابل دفاع نیست. چیزی هم که من میگم دفاع من نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای کشف گروه یا سازمان آزادی بخش خلق ایران که بعدها به گروه سیاهگل معروف و در حال حاضر به نام سازمان چریک‌های فدای خلق مورد شناسایی می‌باشند و نقش من در آن به این شکل تشکیل کمیته چند نفری در مهر ماه سال 39 در ابتدا به خاطر شناسایی دانشجویانی که در محیطهای آموزشی به مناسبت رسیدن 16 آذر دست به تظاهرات می‌دهد و چون در سالهای 47 و 48 اعتصابات و تظاهرات گسترده‌ای در اکثر دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی در کشور به وقوع پیوسته بود، سپهبد ناصر مقدم مدیر کل وقت اداره کل سوم برای پیشگیری دستور تشکیل آن کمیته را داده، ولی من هنوز جزء اعضای آن نبودم. کمیته مسئول تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را که مورد سوء زن بودند دستگیر و در بازرسی از منزل چند نفر از اونها تعدادی نشریات مارکسیستی، کتب مختلف، چند نسخه نشریه طوفان، ارگان سازمان مارکسیستی نویسی طوفان و یک نوشته بسیار ریز که از زندان به بیرون داده شده بود کشف نموده بود. در جریان بازجویی از متهمی که نشریه طوفان و آن نوشته ریز مربوط به وی بود یاد شده ابتدا روابط خود را با فردی که نشریه طوفان را از او گرفته بود عنوان و همین امر دستگیری‌های بعدی منجر به کشف یک شاخه از سازمان مارکسیستی نویسی طوفان که در تهران مشهد و بزرگ فعالیت داشتن شد و من از همینجا و به علت اطلاعاتی که از سازمان‌های مختلف مارکسیستی در خارج از کشور داشتم بر اثر گزارش رضا عطارخان معروف به دکتر حسین زاده و دستور ترویج ثابتی معروف به مقام امنیتی به این کمیته معمول شد. با این برنامه
حسین‌زاده در این موقع رئیس بخش 312 بود. رئیس بخش 312 در اون موقع امور مربوط به چیزهای مذهبی برگزار می‌کرد. مسائل مذهبی، جبهه ملی و اهداف که مخالف دولت بودن. ولی تخت نبود. بعد از چند بعد از کندی همون مستحنی که اعتراف رو میشه اونجا هستن مذارت میکنم یک توضیح بدم من اسم مستحب رو نمیدنم به خاطر اینکه این شخص این یا بعدا در زندان از اون که اعتراف در روی ناراحت کنیم و اصولا ما با افراد کاری نکنیم من اسم از اسامی افراد با اجازه به اجازه محترم دادتا و اعضای محترم دادتا خودداری میکنم ولی اگر اجازه به قبلی به دستگیر بدید خواهم بود. ولی در تمام پرونده وجود داره. اصلاحی همه که بود. بعد از کنی همون دوستانی که اطراف ها اونجا به دستگیری اعضای سازمان فوق‌العاده شده بود از داخل زندان پیغام داده بود که میخواهد صحنه اطلاعات خود را نیز بدهد. رضا اشرافی و محمد حسن ناصری معروف به دکتر عزیزی. مثلا سیشهر اماکن و محلات حساس را شناسایی و چند باند را نیز برای مصادره کردن در نظر گرفته و باند وزرا یا بنک را نیز به فرماندهی علی اکبر صفایی فراهانی مصادره کرده تیم کوب به شناسایی مناطق کوهستانی و استراتژیکی اطراف تهران مبادرت و از شهریور ماه سال 39 برای انجام یک سلسله عملیات پاکیزانی از دره جرشه حرکت و کوه‌ها و مناطق جنگلی استان مازندران را شناسایی در طرف کوه‌های استان گیلان در حرکت بود. تیم رابطی وظیفه ارتباط بین سایر تیم‌ها و بین تیم کوهپاسی شهر عهدهدار و اعضای این تیم در مناطق مختلف که از قبل تعیین می‌کردند با تیم کوه رابطه و نیازمندی‌های غذایی، پوشاکی و سایر موارد مورد نیاز آنها را برای تأمین انبارک‌های مختلف در جنگل‌ها تدارک می‌دهد. تیم علمی موفق به ساختن این ماده منفجره فولاد گیله شده و دستن در کار تهیه ماده منفجره سی‌ان‌جی بود. تیم اسلحه تعدادی سلاح و مهمات از طریق قاچاقچیان محلی در ارومیه و کردستان تهیه و در تشکیل سازمان به سلاح گرم فعالیت میکردند. ضمناً مقداری اسلحه و مهمات و نارنجک جنگی به وسیله علی اکبر صفایی فراهانی و محمد صفایی آشتیانی از خارج از کشور که توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین جناح جورتبش که معتقدات مارکسیستی دارد و مورد حمایت شوروی از راه عراق به کشور وارد و در اختیار سازمان قرار داده شد و اعضای تیم کوهی مسلح شد. بر اساس اعتراف مستحن مورد بعد بلافاصله گزارشی به وسیله اخبارپور معروف به دکتر حسین‌زاده تهیه و سابقی یا مقدم دستور دستگیری اعضای شناخته شده را داده شد که اعضای تیم شهر در تهران به وسیله قسمت اجرایی که از چند نفر کارمند ثبات تهران و گارد تشکیل میشد آن افراد من جمله محمد قاضی فاضلی شاءالله مسیحی اسماعیل مونی عراقی و دیگران را دستگیر و چون من در آن زمان مجرد و جوانترین عضو کمیته بودم به من و ناصری معروف به دکتر عزادی مأموریت دادند تحت نظر محمد حسن ناصری معروف به دکتر عزادی که در آن زمان بازدید متخصص و یکی از اعضای کمیته بود برای دستگیری چند نفر درخت دارم و اسامی را در اختیار سواکرت بگذارم. نتیجه این مأموریت دستگیری ایرج نجمی یکی از اعضای تیم رابه در غریبه خسپلات از توابع بخت سیاهدر و همچنین دستگیری محمود رحیمی نسبی یا مسیح آموزگار در کرای اطراف کومن و یکی
دیگر از اعضای تیم رابطی است. در جریان این تحقیقات البته وظیفه تیم رابطی این بود که قضا مواد خوشاکی رو میگرفتن در جبه های مختلف میگرفتن و به دارای خوبی بود. مثلا ایرج نیری در بسیار کوه کافی که در همون نزدیکی قریه کفتا قرارداری میرفت اینجا و اینا قرار تماسی داشتن با تیم کوه. تیم کوه یادگاهی که میره در روی یه درخت بخوشی که دوره متخصص میجای ایرج نیری میرفت بالا و این یادداشت رو برمیداره و بعد به پایین اومد موارد مورد احتیاج اینها رو تجربه کرد مجددا به اتفاق محمود رحیمی مسیح یه بالا میدارم. در جریان تحقیقات از این دو نفر معلوم شد اعضای تیم کوه در کوه‌ها و جنگل‌های منطقه سیاهکل در جاده سیاهکل بیلمان بوده و در نظر دارند به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل و گارد جنگل حمله و ضمناً پاسگاه دیگری به نام پاسگاه سیرانی برای حمله بعد در نظر گرفته شد. از اونجایی که مسئله اهمیت داشت خود رضا عطارپور معروف به دکتر حسین‌زاده به رنج آمد و جریان حمله به پاسگاه‌های مورد بحث را به فرمانده ژاندارمری هنگ پیلان و فرمانده گروهان ژاندارمری لاهجان که پاسگاه سیاهکل تحت نظر گروهان مسئول اداره می‌شد توسط عطارپور و با حضور من و رئیس ساواک وقت رنج اطلاع داشت. ما حالا به تهران آمدیم و سه یا چهار روز بعد در ساعت 7:30 یا 8 شب بود که تلفنی از رج خبر دادن که پاسگاه ژاندارمری سیاهکل مورد حمله واقع و معاون رئیس پاسگاه و رئیس خانه انصاف قریه تخت‌الطلس به نام وحدتی کشته شدند و مهاجمین به داخل جنگل عقب نشینی کرده ولی شخصی به نام حاجی بنده خدا رنجانی که قبل از حمله پاسگاه ژاندارمری برای کمک گرفتن از ایرج نیری و بردن او به قریه تخت‌الطلس رفته بوده با دو قبضه اسلحه گرد به وسیله مردم قریه یزدی و به پاسگاه ژاندارمری تهدید و فعلا در اختیار سواک رنج اطرافور دستور داد بلافاصله حاجی بنده خدا لنگرودی را به تهران منتقل کند. در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب به محض رسیدن حاجی بازجویی از شهرون و وی معترف کرد اعضای تیم کوه به اسامی علی اکبر صفایی فراهانی، علی لنگری پسرعموی ایرج لنگری هسته، محدث قنسی، عباس دانش بهزادی، محمد رحیم سمایی، مهدی اصحابی، احمد سرگودی و جلیل انفرادی میباشند. مسلح بوده و احمد سرگودی از گروه دیگری که مارکسی و طرفدار جنگ مسلحانه در شهرها هستند همون گروهی که شهید علی فرزید پویان رهبری میکرد و طرفدار مبارزه مسلحانه فقط در شهرها بود سرور شده کارلوس تاریجلا و به عزت اینکه در جریان مصادره یک بانک مورد شناسایی شهربانی قرار گرفته بر اساس توافق رهبران دو گروه به تیم کوه ملحق شده است. علتش این بود که اینها وقتی بانک رو شرکت کرده بودند احمد فرهودی ماشین رو در اختیار داشته این ماشین شمارش به وسیله شهربانی تغییر شده بود و فهمیده بودند که این مربوط به احمد فرهودی است. این موقع احمد فرهودی در اداره ثبت کاری کار میکرد معمولی شهربانی رفته بودن اداره آگاهی رفته بودن دستگیر کنند و این متوالی شده بود و چون اعضای تیم پویان نمیدونستن این آنجا مخفی کنند و اون موقع شرایط زندگی محلی رو نمیدونستن به این علت در توافق که کرده بودن دو گروه با هم دیگه این فرد رو به کوه فرستاد. وی همچنین اضافه کرد که تیم کوه دارای انبارکهای غذایی پوشاکی دارویی و اسلحه و مهمات جنگی در برخی از مناطق جنگلی استانهای مازندران و گیلان بوده و حاضر است آن محلها را نشان دهد.
او در مورد لحظه دستگیری خود عنوان کرد که اعضای تیم کوه از طریق حمید اشرف و اسکندر صادقی نژاد که در طول رابطه بودند در جریان دستگیری اعضای تیم شهر قرار گرفته و تصمیم گرفتند عملیات حمله به پاسگاه جاندارمری سیاهگر را دیرتر از موقع یعنی در تاریخ 19 بهمن آغاز کنند. در روز موعود ول یعنی حاجی بنده خدا لنگرودی را با یک قبضه اسلحه اضافی به قریه کپخسبلاک میفرستند تا ایرج نجری را با آن اسلحه تکلیف کرده و به اتفاق به تیم کوه ملحق تا در عملیات حمله به پاسگاه شرکت کند. ول پس از ورود به قریه کپخسبلاک سراغ خانه ایرج نجری را میگیرد ولی چون نجری قبلا دستگیر و مأمور قریه نیز جانداربری محل و ساواک رهن توجیه شده و به آنها گفته بودند که کمونیست هستند او را در میان گرفته و در صدر دستگیری وی برمیآید. حاجی بنده خدا لنگرودی با تیراندازی هوایی به سوی رودخانه قرار کرده ولی مردم با سنگ به او حمله و با زدن سنگ در سرش وی را بی‌حال و دستگیر کرده و به پاسگاه جاندارمری سیاهگر تحویل دادند. مأمورین پاسگاه هم بلافاصله جهت تحویل به گروهان جاندارمری لاهیجان حرکت نمودند. در این فاصله اعضای تیم کوه که از گیر کردن حاجی بنده خدا لنگرودی نگران شده بودند به جاده گلدمان سیاهگر آمده و متوجه می‌شوند که حاجی دستگیر و به پاسگاه برده شده است. به همین مناسبت برای آزادی حاجی ساعت اجرای طرح را جلو انداخته و با تصاحب مینی‌بوس مسافرکش محلی به سیاهگر آمده و به پاسگاه حمله می‌کند. پاسگاه جاندارمری سیاهگر هم که با رفتن چند تن از مأمورین جاندار و رئیس پاسگاه برای تحویل حاجی بنده خدا لنگرودی به گروهان لاهیجان تصدیق شده بود بدون مقاومت چندانی تصدیق و همانطور که عرض کردم معاون پاسگاه و رئیس خانه انصاف قریه کپخسبلاک که به حمایت از مأمورین بلند شده بود کشته و علی نجری به علت تیراندازی اشتباهی علی اکبر صفایی فراهانی از ماهی دهر به شدت مشهور و سرانجام اعضای تیم کوه با برداشتن 9 قبضه از سلاح‌های موجود در پاسگاه که فاقد شکن بودند و پس اعلامیه توضیحی و احتمالاً سخنرانی در محل به طرف جنگل عقب نشینی می‌نمودند. باز هم جوان بودن و مجرد بودن کار داشتند و به من مأموریت دادن به اتفاق حاجی بنده خدا لنگرودی که حاضر شده بود انبارکهای غذایی پوشاکی دارویی و اسلحه و مهمات تیم کوه را در محلهای مختلف نشان بدهد و تخلیه این انبارکها به استانهای مازندران و گیلان دارد. روز بعد یعنی در 20 بهمنگاه سال 39 به اتفاق یک افسر ضد اطلاعات جاندارمری و حاجی بنده خدا لنگرودی ابتدا با هلیکوپتر به سوی ساری پرواز کرد ولی در بین راه هلیکوپتر به علت اشکالاتی فنی به تهران مراجعت و در بعد از ظهر همان روز با یک اتومبیل شوجت جاندارمری به همراه افسر ضد اطلاعات مشغول و چند نفر بیجوان جاندارمری به سوی ساری حرکت کرد. در ساعت 10 شب به ساری رسیده و چون مقدمات کار با قبلا فراهم کرده بودند فردا صبح با تعداد دیگری از مأمورین جاندارمری به سرپرستی یک سرباز جاندار کار تخلیه انبارکها را با راهنمایی قاضی بنده خدا لنگرودی شروع نمود. در این انبارکها که علامتگذاری شده بود در داخل 2 یا 3 دفعه بزرگ پلاستیکی مقدار دارو، برنج، نمک، عسل، پول خود، نارنجک جنگی، سکنج، اسلحه و مهمات و به هر حال بستگی به نوع انبارک بوده که این دبه‌ها را پس از بیرون آوردن از داخل زمین با چه مشقتی از اتفاقات کوهستانی جنگلی مملو از برق به پایین آورد و من حتی حاضر بودم همون برنجها، نمکها و عسلها را عیناً از شهر بخرم ولی تمادی نکنم. من در تحلیل 3 یا 4 انبارک شرکت
و دو انبارک واقع در خیرسره و زیارتگاهی به علت غیر قابل عبور بودن در زمستان همچنان تخلیه نشد. بعد از شاید یک هفته به ما گفتن به استفاق حادی بند خدا لنگرزی از خوبستان مازندران به رشت عزیمت و به حمد جانبازدی مراجعه ما. بعد از جریان حمله به پاسگاه جانبازدی سیاه کرد هنگ جانبازدی سیاه کرد با اعدام نیروهای کمکی حکیزان به نقاط دیگر تقویت و آنها برای مرکز ستاد عملیات خود را در بهداری سیاه کرد مستقر و حکومهای برای پیدا کردن و مقابله با اعضای سیاه به نقاط مختلف اعدام می کردن. بازار اخبار و شایعات آنقدر وسیع بود که نمی شد واقعیت را از لابلای آن مطالب بیرون آورد. مامورین ژاندارمری هر آدم غیر محلی عبوری را به علت مظلومیت در خیر و مورد تحقیر قرار می دادند. هلیکوپترهای ارتشی و یا ژاندارمری با گشتنی بر فراز جنگل به دنبال رد پای اعضای گروه کوک بودند و تمام جنگل پوشیده از برف و اهالی ساکن در قرار و روستاهای واقع در داخل جنگل کشتارهایی داده بودند. رؤسای ستاد ژاندارمری مستقر در محل از پادگان منجی درخواست اعدام قوا و اسلحه و مهمات قابل عمل در جنگل را نموده بودند. به هر حال وقتی که ما به رشت رسیدیم معلوم شد آنها نمیدانند دنبال چه کسانی هستند و حتی تعداد اعضای گروه و قدرت آتش نیکی را نمیدانند. تعدادی از نمایندگان ژاندارمری ساواک شهربانی و ارتش تحت سرپرستی یکی از عمرای ژاندارمری به سیاست آمده و کمیسیونی با حضور نمایندگان مسئول و مقامات عالی نظامی و غیر نظامی استان گیلان تشکیل و از مرکز یعنی اداره کل سوم به من دستور دادند تا تعداد اعضای گروه و امکانات آنها را که حاجی بنده خدا لنگرزی اعتراف نموده بود برای تصمیم‌گیری در اختیار کمیسیون موقوف بگذارند و به طور کلی متهم را به مأمورین ژاندارمری تحویل دهند که من هم این کار را کردم. جریان پلیس را تو سینا وارد خونه میشن در اون بنده دیکتاتورها خلاصه و از مردم از اون مرد خونه میخوان که به اصطلاح بهشون قضا بده. مردم هم که قبلا به وسیله مأمورین ژاندارمری و ساواک محل توضیح شده بودند که افرادی در جنگل به پاسگاه حمله کردند آدم کشتند و عرض کنند که ماهیت اعتقادات ایدئولوژی چی هسته همه حاضر به همکاری بودند کما اینکه اکثر این افراد را مردم بودند. این فرد هوایی که میخواد که قضا بیاره از خونه میاد بیرون و افراد سایر افراد محل رو خبر میدن و وقتی که اینا مسئول خوردن قضا بودن روی سرشون میریزن و میگیرن. اون میله آهنی هم که سرشتا که جدید مسئولی سوی کرده بودن میله ای که معمولا توی روستاهای های اطراف گیلان برای یا درست کردن کباب یا به هم زدن آتش استفاده میکنن و دست جدید هم دست علی نیری هم که شکستی هستن بدتر شده بود که شرک و حکومت بودن. به هر حال بازجویی از علی اکبر صفایی شروع و آن دو نفر برای نگاه ها به بهداری منتقل و تحت درمان قرار گرفت. در موقع بازجویی از صفایی که در اتاق طبقه بالای بهداری و مرکز ستاد موقت ژاندارمری انجام شد نیروی گوشتی از آدم ها که در اتاق حضور داشتند به وجود آمد. یعنی تمام افسرها و درجهدارهای کنترله کنند تمام اتاق ها شد. صفایی خیلی زود به حرف آمد. او سه محل قرار ملاقات با اعضای گروه کوک را روی نقشه مشخص و مأمورین ژاندارمری در موقع‌های معین آن محلها را محاصره ولی در هر سه بار باقی مانده اعضای گروه کوک با استفاده از درهم بودن جنگل و تاریکی شب با شکستن حلقه محاصره و به جا گذاشتن کوله خشکی‌های خود فرار کردند. محمد حسن ناصری معروف به دکتر عزیزی در همان روزی که سه نفر فوق‌العاده دست می شدن به رشت آمد و بازجویی از آنها را با کمک منوچهر وظیفه‌خواه
معروف به منوچهری که در اون موقع در سواک رشت کرد بعدم به خمیسه اومد و رئیس بخش بازمی از اسلام حالیت های مذهبی و سازمان مبارکی میگه بعد از دو یا سه روز مجددن به تهران مراجعت و سپس خبر دادن که درگیری بین اعضای تیم کوه با مامورین ژاندارمری به وقوع پیوسته و در نتیجه منجر به شهادت مهدی اسحاقی و محمد رحیم شمایی شد و سایرین نیز دستگیر شدند جریان درگیری به این صورت که ژاندارمری ستاد خود را به داخل جنگل منتقل و اعضای باقیمانده تیم کوه به علت گرسنگی سرما و از دست دادن پول پشتی های خود در جنگل سرگردان بودند. یک شب نور چراغی را در جنگل مشاهده و به تصور اینکه کلبه دهقانی و کوهانی با آن نزدیک و در نتیجه چون این محل استقرار ستاد موقت ژاندارمری بود به وسیله نگهبانان به آنها پیش میدهند و در نتیجه سمایی یا اصحابی با مسلسل به سوی مامورین شدید که منجر به شهادت آنها و زخمی شدن احمد خرمودی و دستگیری عباس دانشبهداری میکرد و محسس قنچی که گم شده بود به علت بیحالی و ضعف به وسیله اهالی یک ایستگاه دستگیر و به مامور ژاندارمری تحمیل شد قضاوت درباره سیاهکرد به عهده تاریخ ولی برای اینکه آیندگان بتوانند تجسم درستی از این حماسه داشته باشند وظیفه این نسل است که همه اطلاعات و مسائل مربوط به آن را با امانتداری و صداقت جمع‌آوری و تجزیه تحلیل کنند این کل جریان بود که من در ماجرای سیاهکرد دخالت کردم معمولا اون موقع فقط از دستا با شلاق استفاده میشه فقط شلاق چیز دیگه یعنی بخون این که ساواک رشت هم چیزی نداشت و عزوزی یا اساسپور یا خود ما مثل این میگفتن بلا فاصله میرفتن از بیرون میخشتن و میامدن البته اون موقع میزان و مقدار شکنجه به صورتی که بحث کنه به هیچ وجه خیلی کم خیلی به نظر خیلی از این آقایون وجود دارن ایرج نگری هست و میتونه بیاد بگه که به چند اندازه مثلا نوبه زمنان من در نوبه هم خود بیشتر حالی بند خدارلنگر هی در اختیار من بود و خودجان دارم بود زیاد اون به اون صورت در بازیزی ها نبودن کلن بیشتر در جرمی اتیاه کرد هر کردم من خودم داختالبانه اتیاه کردم چیزی نمیخوام که پنهان بکنم من کلن در این نوبه چون این کارمند جوین بودم با سه سال و چهار تا سابقه خدمت زیادتر از همه این افتادپور و ناصری بودن و بیتری بودن که گردانیتی کار بوده داشتن و من و مصطفی به عنوان افراد کادو کار کردن هم بازی هم به دستور اونها شکنید البته نشد نه به اون صورت که مسلمان بازی ها معمولا به صورت جمعی انجام شد فردی بازی انجام نمیشد و اصولا شکنجه وقتی انجام شد که متهم حاضر نبود که به اصطلاح با مذاکره حلش کنه و شما مثلا ملاحظه بفرمایید که حاضی بنده خدا لنگرودی که درگیر شد شب ساعت 2:30 یا 3 بعد از شب به تهران اومده و تو قبراق میخواست بیاد مثلا بیاد چیز خوب رو به ما نشون بده ما خب قبل پیش فقط این حرکت کنیم پس میزان فشار مشخصه که اگر به صورت فشار زیادی بهش وارد میبره این میتونه راه بره و بیش از چند ضربه یا نمیدونم تعدادش من نمیتونم به خاطر بیارم که در حدود 15 تا زیاد ولی معمولا گردانندگی کار امور اجرایی کمیته بیشتر با نظر اکارپور بود و دستورات بالاتر به اون بعد از اون ثابتی قرار داشت که کمتر از بازی شرکت دیگه فقط گزارش ها میکن و صحبت به فرده ناصر مقدم که خودش کار تو دانه شکنجه ها بود و عنوان میکرد که من اصلا هیچ من اصلا ایرج نگری رو بازی در موقعی که ایرج نگری رو بازی کردم و محمود رحیمی مسیحی هم بازی کردم اینها که دستگیر شدن در منزل محمود رحیمی مسیحی قبل اصلاحه به دستگیر مدارک هم که از منظرش به دست اومده بود گویای این مسئله بود که اینها میخوان به پاسگاه سیاهکن و همون پاسگاه شوین حمله بکنن و ضمناً گارد جنگل هم که بالای پاسگاه سیاهکن بود میخواستن که اونجا هم بعد از انجام کار مورد حمله قرار بدن در همون موقع عددی هم با من بود عددی نقش بازی متخصص رو به عهده داشت و ما به اتفاق هم بازی
منچهری هم همون منچهر وزیفه ها هم در این مورد با ما هم کنید. نظارت هر دستوری که میداد یعنی دستور با اون هم. دستور با اون و مقدم. در اون مورد ثابتی زیر اداره یک هم عملیات نه. مذارت معاون اداره معاون مقدم. و کارهای کل کارهای عملیاتی اداره کل سوم که امنیت داخلی رو حفظ امنیت داخلی رو خودش بود با خارج خامسی به رشت رو میمارد ولی مرتبا از کارتور تلفنی با اون صحبت میکرد در از اون دست رو میگیره و یا خودش افتکارا دست داده میگیره. معمولا افرادی که کارهای کمیته به حجم محول میشد بیشتر برای خودشیرینی کانونهایی هم با یه رده بالاتر خودشون داد میکرد. مثلا هم به ثابتی میگفت هم مقدم و بعد بهانه می آوردن که مثلا ما چون سلسله مراتب رو باید اجرا می کردن می گفتن که خب ما به شما دست پیدا نکردیم چون کار فوریت داشت ما به مثلا مدیر کل. در مورد ماده حق اتهامی مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن و تشکیل پرونده و جمع‌آوری اطلاعات علیه مردم به استحضار ریاست و اعضای محترم دادگاه انقلاب و پروکوراتوران سال 51 که به کمیته مشترک ضد خرابکاری منتقل شدن در دایره جمع‌آوری اطلاعاتی به کار مشغول و روش اداری به این صورت بوده است که یا از طریق اداره کل سپاه طبق نامه یا تلفنگراف دستور میدادن که فلان محل بازرسی شود یا فلان شخص دستگیر و شناسایی گردد و یا تحقیقات پیرامون فرد یا افراد مشخصی انجام شود. این دستورات به رئیس کمیته و یا مقامات دستور دهنده کمیته داده می شود که معمولا می نوشتن اقدام کرد و در نتیجه دستور داده شده به واحد اجرایی کمیته ابلاغ می کرد که اقدامات لازم به عمل آورد. مورد دیگر گزارش بازجویان که بر اساس اعترافات متهمین دستگیر شده گزارش تهیه و به سلسله مراتب اداری می دهد و با توجه به نظریه آنها که درخواست دستگیری افراد احضار تعقیب و مراقبت کنترل تلفن و عبور مکاتبات و بازرسی از منزل و یا اماکن بخصوصی را داشتن و تصویب رئیس کمیته و یا معاون رئیس و یا رئیس واحد اطلاعاتی گزارش مورد بحث به ما داده می شد تا پس از بررسی سابقه تشکیل پرونده داده و اقدامات بعدی را به سایر قسمت‌های عمل کننده ابلاغ کنند. یعنی دستگیری و احضار و بازرسی منزل را در فرم مخصوص نوشته و پس از امضای رئیس واحد اطلاعاتی به واحد اجرایی کمیته می‌داد. برای مراقبت از سوژه مورد نظر آدرس و عکس سوژه را به تیم تحویل مراقبت دهید و برای شنود تلفنی نامه‌ای به اداره کل پنجم با امضای مدیر کل اداره سوم یا رئیس کمیته فرستاده می‌شد و امثال. بنابراین من و سایر کارمندان جمع‌آوری چیزی از خود به اوراق و گزارشات و دستورات صادره اضافه نمی‌کردم و تشکیل پرونده صرفا یک روش اداری بوده که در همه جا مرسوم. یک مورد دیگر من الان بخاطرم به این صورت که فرضاً از اداره اطلاعات شهری یا از ضد اطلاعات ژاندارمری یا از ضد اطلاعات ارتش یا از طریق منابع و مامورین و خبرچین‌هایی که با خودمون ارتباط داشتن بعداً گزارشاتی می‌رسید، نامه‌هایی می‌رسید که ما این نامه‌ها رو به عرض می‌رسوندیم و یا نظریه می‌دادیم و بعد تصدیق می‌شد اونایی که بازمون بر اساس اون رو فرمونه داشتن. در مورد نحوه شهادت ابراهیم پوررضا خلیفه به استفسار ریاست و اعضای محترم دادگاه انقلاب اسلامی میرسه. در اواسط اسفند ماه سال 52 ابراهیم پوررضا خلیف به وسیله مأمورین سازمان اطلاعات امنیت مشهد دستگیر و با خوردن قرص سیانوری در سبب خودکشی برمی‌گردد که به بیمارستان منتقل و با شستشوی ملی او را از مرگ نجات داده و برای دستیابی به مرتبطین و شناسایی خانه امن او تیم او و
تحت بازی تو هم با شکنده قرار بگیرن. رضا افراسور معروف به دکتر حسنی‌زاده که در این زمان معاون کمیته و رئیس واحد اطلاعاتی بود به من دستور داد به مشهد عزیمت و با کارمندان سابق مذکور در بازجویی از کمیته و رئیس و در بازجویی از ابراهیم خوب رضا خلیل همکاری نمود. روز بعد رضا خلیل را به اتاق بازجویی آمد. او قبلا به شدت شکنجه و با توجه به شستش معده‌ای ضعیف شده و مذاکره با او اثری نکرد. علاوه بر من حسین ناهیدی و چند نفر دیگر از گاردها و پاسداران سواک مشهد هم در اتاق بازجویی بودند. به همین مناسبت دست و پای او را به تخت بسته و با کارت شروع به زدن کرد. مدت کمی این کار شرم‌آور را انجام شد. بعد دست و پایش را باز کرده و من و ناهیدی بیرون آمد تا در مورد ادامه کار بازجویی با هم صحبت کنیم. در این فاصله آن گاردی ها و پاسداران شاید برای خوشخدمتی دستهای خوب رضا خلیل را با دستن به میله های پنجره اتاق بسته و آویزان کرده شد. به محض اینکه وارد اتاق شدیم بعض را بحرانی دیدم تا کلید دستانها را که یکی از دستانهای مورد استفاده شهرانی و دیگری از دستبندهای مورد استفاده سواک بود امتحان کرده و دستبندها را باز کنند آن مورد مبارزه مقاوم بیحال شده و بعد از آن هم کلانشاه برای بهبودی او که جانش را ابتدا از مرگ نجات داده بودند و بعد این صورت شریر شدید شد یکن چون سگیر سیاه به زیارت امام رضا علیه السلام بود و سرف کندن جنایتی که به هرها در آن شرکت داشتم استدعا کردم من را به راه راست برایت کنم. من همیشه به زیارت امام رضا رفتم و همیشه میگفتم ای امام رضا سگیر اون جوهت رضا و میخواستم من را به راه راست برایت کنم ولی حالا میفهمم نباید منتظر کسی میبودم. من باید خود تعقل میکردم و تصمیم میگرفتم. تلفنی ماجرا را به افراسور معروف به دکتر حسین‌زاده خبر داد که او گفت درک از شرش راحت شدیم و مطالبی عظیم رسید. من در طول اشتغال به کار در سواک شاهد و ناظر جنایات دیگری هم بودم که همه آنها را مسئولین را گفته و مسئولین انجام آن جنایات را نیز معرفی کردم. متاسفانه من اسمم نمیشناختم هیچ کدوم از اینا را اسمم نمیشناختم. یعنی اگر میشناختم همش نمیگفتم برای من وقتی از خودم شروع کردم و اینقدر تمام خودم متنفر شده بودم دیگه برای من هیچ کسی وقتی من به فکر دنبست هم نبودم وقتی خودم رو در مقابل این ملت مسئول میدونستم و مسئول میدونم دیگه یک گار حادثای اصلاحی برای من تفاوتی نکرد. چی میتونه ناظر مرگی یه اثر باشه و متاثر نشه؟ ولی وقتی آدم این مسئله شهید خوب رضا خلیل رو حتی در پروندهش در سوال چیزی اصلا وجود نداشت، هیچی وجود نداره، هیچ شخص نمیدونه. ناهیدی هم مرده بود، یعنی ترورش کرده بود، همین که اعضای سازمان سلاح‌های خدایی هم ترور کرده بود. من چرا باید این مسئله رو بگم؟ چرا باید برای خودم یه انتقام جدید درست کنم؟ چرا؟ شما فقط بیان میشید. چرا باید بگم؟ گفتم برای اینکه مردم مادر داغدیدنش حتی اقل بدونه به چه صورت شهید شده به دستانی چی ممکنه شاهد و ناظر یک قتل باشه، شاهد شکنجه باشه و ناراحت باشه. ولی وقتی آدم داخل مرداوه داخل لجن داره نمیتونه هوای تازه چند قدم اون ترسانش رو حس بکنه. وقتی انقلاب شروع شد این هوا رو حس این هوا با شروع جنبش شروع شد اما من تردید داشتم، من میترسیدم
هر اگر یک ماه، دو ماه، ده روز، هی روز حتی در جریان جنبش به توی مردم میمدن، شاید الان جای من اینجا نبود، شاید همه این جنایت کاران با من ردیف به یک دفت میشه، ردیف به یک دفت میشه اثر گذاشت. من عهد کردم، من خیلی کلیم آمون دارم، من خدمت وزیفم بودم اطلاق مشهد بودم، من اصلا خودم مشهد رو انتخاب کردم، من ذاتم یک عالم مذهبی بودم، ولی زندگی ترس های نفسانی دلیل هایی که آدم بعضی وقتی باید خودش میترشه مجبور میشه ادامه، مجبور میشه ادامه. تازه سال 52 سال 52 من شاهده چقدر جنایت رو بودم، خودم همه رو گفتم اون چیزهایی که شاهده از تو افراد دیگر میدان بودم حد میدنم جواب میکردم که مثلا فلان شخص به فلان روز دستگیر کرده و فلانه مدردش بازوی کرده، ولی من اصلا نه هیچ کنیمشون ندیدم. گفتم با از در این زمینه اگر روزی به دست عدالت انسانی گرفتار بشن باز بودم، یا اینکه بیان خودشون حرفش میدنم بگیرم حقیقت حل کنم، ولی باید بسه بشن، باید گفته بشن.